بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام گرم نثار یکایک شما شاگردای خوب و عزیزم با دومین جلسه از مضمون بیولوژی صنف هشتم مهمان خانه های شما هستیم امیدوار هستم که درس گذشته را به خوبی مطالعه کرده باشید و با آمادگی کامل ما را همراهی کنین خب شاگردای خوب من کتابچه کتاب و قلم خودتانه که ایشالله فراموش نکردید خب برای ارزشیابی درس گذشته اشاره به چند تا سوال می که انشالله اگر شما به خوبی درس جلسه گذشته را مطالعه کرده باشید به این سوالات ما به راحتی می پاسخ بدهید که ما برای شما میخوانیم شامل مهمترین نکات درس هست که در جلسه گذشته ما و شما اونها را با همدیگر یاد گرفتیم اگر یادتون بیایه شما باید بتوانید از درس گذشته ایر برای ما بگید که عرستو در گذشته موجودات را چگونه طبقه بندی کرد اگر یادتون بیایه عرستو حیوانات و نباتات را بر اساس محل زندگی اونها طبقه بندی کرد سوال دوم چه کسی سیستم نامگذاری دوگانه را ابدا کرد؟ یادتون هست دانشمندی به نام کارلوس لینوس بود که به اختصار ما او را گفتیم لینن می نامده کتاب و تاریخچه و چگونگی نامگذاریش در جلسه پیش با هم دیگه خاندیم خب شاگردای خوب من یادتان هست نام علمی چند تا موجوده ما برای شما گفتم آره من از شما سوال میکنم نام علمی گلاب سفید چی بود؟ آفرین شاگردای خوب آفرین درست است روزا آلبا نام علمی گلاب سفیده که روزا نام جنسش بود و آلبا نام گونه از او بود که نام علمی دو تا جاندار دیگر هم برای شما گفتم چهارمین سوال ما یه که سویه های طبقه بندی موجودات زنده به چند شکل بود ما و شما موجودات زنده را طبقه بندی کردیم و سویه های از او را معرفی کردیم انشاءالله که درس گذشته را خواندید و این مطالب که لازمه درس امروز هسته به ذهن شما هست در ادامه بحث طبقه بندی موجودات من میخوام برای شما یک جانداری را معرفی بکنم که این جاندار یا موجود زنده ما یوگلنا نام داره این یک موجودی هستیش که نه ما می توانیم او را در جزء حیوانات قرار بدیم و نه می توانیم او را جزء نباتات مگر همچین چیزی میشه بله میشه حالا ما تصویرش را برای شما نشان میدم این جانداری که ما و شما می بینیم یک جاندار تکجروی هسته یعنی بدنش از همین یک حجره درست شده نام از این هجره... نام از ای جاندار یوگلنا هست خب رنگ از این جاندار سبز رنگ هسته چی هست رنگش سبز است چون رنگ از این سبز هست بررسی کرده دانشمندان دیده اینا عمل ترکیب زیایی یا فتوسنتز هم انجام میده همون کاری که نباتات میکرد نباتات از نظر غذایی وابستگی به موجود دیگه ای نداره این یوگلنا فتوسنتز میکنه ترکیب زیایی انجام میده و برای خودش غذا تولید میکنه از طرفی به کمک فلاجیل یا قمچی حرکت میکنه حالا شما در شکل ببینین شاید خیلی برای شما واضح نباشد اما من برای شما دورش حلقه کردم یک زایده های مانند به نام قمچی داره که به کمک از این قمچی این یوگلنا حرکت میکنه حالا دیدین آیا ما نباتی داریم که حرکت کنه راه بره نه نداریم آیا ما حیوانی داریم که فتوسنتز کنه نداریم این چیزا بود که توجه دانشمندان به خودش جلب کرد یعنی موجوداتی که حد وسط ما بین بین نباتات و بین حیوانات ها. هم ویژگی نباتات داره و هم ویژگی حیوانات داره حالا ما اینا رو چیکار کنیم این کار این زحمت کارلوس لینوس برای ما انجام داده ای جانداران در یک عالمی یا در یک بخشی به نام عالم پروتستا چیکار کرده طبقه بندی کرده حالا ما امروز موجودات زنده را از نظر کارلوس لینوس به شش عالم تقسیم میکنیم و یکی یکی با خود از اونا چی میشیم آشنا میشیم قبل از اینکه بریم و شش عالم موجودات زنده را بخوانیم با یک دیگر به یک نکته از بیولوژی سنف هفت اشاره میکنم بسیار ضروری هم و ما کار ما میآیم. او این است که ما موجودات را از نظر هسته از اونا به دو گروپ عمده پروکاریوتی و یوکاریوتی در گذشته تقسیم بندی کردیم حتما استادای شما برای شما ای دو دوتا موجودات با یکدیگر مقایسه کرده و فرق از اینا رو برای شما گفته حالا ما برای شما شکل از اینا رو نشان میدم و یک بار دیگه یک مرور خیلی کوتاه میکنیم این دوتا تا رو که شما میبینین یک جاندار پروکاریوتی هسته که همو بکتری های از خانواده بکتری و یک حجره از یک جاندار یوکاریوتا. سال گذشته در بیولوژی سنف هفت شما خواندین که جانداران پروکاریوتی جاندارانی هستند که اینا کروماتین بچه ها دارن ولی قشایی که دور از اینا رو بگیره ندارن یعنی هسته در دا داخل از اینا جایگاه مشخصی نداره هسته در دا داخل سایتوپلازم هست ولی قشای هستوی نداره ولی جانداران یوکاریوت که ده تصویر میبینین یک هسته دارم و دور از این هسته را حلقه کردم هسته از اینا کاملا مشخصه چون یک قشای هستوی داره خب این دو تا جاندار یکیش پروکاریوت و یکی از اینا یوکاریوت هسته خب این جانداران با همدیگه متفاوتن از نظر ساختار بدنی گفتیم در سال گذشته میدانید پروکاریوتی از دو کلمه پرو و کاریوت یا کاریون گرفته شده پرو به معنای ابتدایی و کاریون یعنی هسته یعنی جانداری که یک هسته ابتدایی داره و یو به معنای پیچیده و کاریون از کلمه کاریون کاریوت از کلمه کاریون گرفته شده به نام جانداری که هسته پیشرفته داره خب این یک یادآوری از صنف هست بود برای ازی که ما امروز با این دو تا اصطلاح زیاد کار سر و کار داریم و گفتم شما این را به خاطر بیارید کارلوس لینوس آمد و موجودات زنده را به شش عالم طبقه بندی کرد عالم آرکی عالم یو عالم پروتستا عالم فنجی ها عالم نباتات و عالم حیوانات که ان الله در درس امروز به طور خیلی گذرا با از شش تا عالم آشنا میشیم اما نترسید ما اینا را خیلی وارد جزئیات از این نمیشیم هر سالی که شما یک سنف بالاتر و بالاتر برین ان اینا را با جزئیات بیشتر از اینا آشنا میشین نام کلمه بکتری را زیاد شنیدیم ما و شما بعضی از این بکتری ها مفیدن همه از اینا مزر نیستن بعضی از این بکتری ها برای ما مزر هستند. یک نمونه ما برای شما بگم بچه ها بکتری هایی که در روده انسان زندگی میکنه بسیار نقش حیاتی و مهم میداره و برای ما لازم و ضروری هسته اگر ما خود سرانه دارو مصرف کنیم داروهای آنتی بیوتیک بخوریم آنتی بیوتیک ها بکتری ها را نابود میکنن اونا می و باکتریهای مفید بدن ما را هم از بین میبره و ما دچار مشکل میشیم. باکتری های مزر هم زیاد داریم که با اونها آهسته آهسته در کتاب بیولوژی آشنا میشیم این باکتری های مزر هم برای ما درد سرساز هستند، مشکل ساز هستند. ما اینا رو باید بشناسیم که هر کدام متعلق به کدام عالم هستند و چه ویژگی هایی دارند اولین گروه از باکتری ها عالم آرکی باکترییا را میخوانیم آرکی باکترییا پروکاریوت هستند گفتیم پروکاریوت هسته از اونا قشای مشخصی نداره. این آرکی بکتری ها بچه در محیط های بسیار سخت هم اینا زنده میمونه. یا به اصطلاح بگم خیلی سخت جانه. براحتی اینها از بین نمیرن. حال تصویر از اونا رو میبینین. یک دنه دیدهی تصویر چندین بکتریا رو ما و شما میبینیم. این بکتریا در محیط های خیلی سخت مثل چشمه های آبی داق در داخل آب شور و در یخبندان هم زنده میمانه پس اینا خیلی سخت جان هستن و به راحتی هم از بین نمیرن عالم دیگری از باکتریا عالم یو باکتریایه او عالم پیش که آرکی باکتریا رو گفتیم در بدن موجود زنده زیاد وارد نمیشه و ایجاد بیماری نمی کنه اما عالم یو باکتریا میتوانه برای ما و شما بیماری ها و اختلالاتی را ایجاد بکنه ای چون باز هم از گروه بکتری ها هست و بکتری ها تمام از اونا پروکاریوت هستن یعنی همه از اونا جز جانداران پروکاریوت محسوب میشن اینا در کجا زندگی میکنه؟ بچه ده داخل آب و در داخل خاک هستن این بکتری ها میتونه قدرت از داره که از طریق آب آلوده و از طریق سبزیجات آلوده وارد بدن ما و شما بشه و بره و در داخل روده های ما و شما جا خوش کنه و ما و شما را در درد سر بندازه یک باکتری برای شما میگوم به نام باکتری اشرشیا کلای هست که در روده انسان وارد می شود و ایجاد عفونت های روده‌ای می‌کند دلپیچه‌ها و دلدردای بسیار بسیار شدیده در تصویر ما برای شما کشیدوم ای کلای هسته که در دا داخل روده بوده در گذشته این دو تا عالم یعنی عالم یو و عالم آرکی باکتری‌ها را در یک عالم واحد به نام مونرا تقسیم بندی می کرده. اما با پیشرفت علم دانشمندان دیده ای دوتا با هم دیگه تفاوت زیادی داره از لحاظ زندگی محیط مکان زندگی از لحاظ ویژگی های از اینا پس اینا عالم از اینا رو جدا کرده یکی شد آرکی باکتری یکی شد عالم یو باکتری که به صور جداگانه ما و شما اینها را مطالعه کردیم رعایت بهداشت فردی برای شما ما و شما بسیار مهم هستش این باکتری که ما و شما الان خواندیم بسیار جانداران مقاوم هسته و به راحتی از بین نمیره حتما حتما در استفاده از آب و استفاده از سبزیجات و میوجات دقت کافی و لازمه باید داشته باشیم که خدایی نکرده اینها وارد بدن ما نشه و برای ما درد سر و مشکلات را ایجاد کنه خب عالم بعدی عالم پروتستا هستش اما ببینیم پروتستا چیه پروتستا که در ابتدای امروز برای شما یوگلنا را گفتم یک عالمی هست که جانداران از این عالم در از لحاظ ویژگی هایشان هم شباهت در دا حیوانات داره و هم شباهت در دا نباتات داره خب اینجا میبینیم که ای جانداران تکوجروی اینا تکوجروی هستند ولی بیشتر دوست دارن به صورت کالونی زندگی کنه چند تا چند تا ای از اینا کنار یکدیگر حالا در این تصویری که از یک میکروسکوپ ما برای شما اینجا آوردم ببینید این جانداران سبزرنگ هر کدام از اینا یک دنه یوگلنا هسته ولی اینا تنهایی را دوست ندارن دوست دارن کنار همدیگه باشه به با جانداران تکوجروی که دوست دارن چند کنار هم دیگه باشن ما میگیم اینا زندگی کالونی دارن خب این تک هست ای جانداران ولی از بکتری ها پیشرفته ترن به همین خاطره که اینا جزوی یوکاریوت هستن دیگه جزوی پروکاریوتی ها نیستن خب عالم پروتستا موجودات زیادی شامل از این عالم میشه او ادعی را که شباهت های از اونا بیشتر به حیوانات شبیه هسته ما اونا را پروتوزوا میگیم و او گروه از موجودات عالم پروتستاره که بیشتر ویژگی های از اونا به نباتات شبیه هسته ما اونا را الجیها میگیم ما با اینا در روزمره در زندگی سر کار زیاد داریم ممکنه نام علمی اینا را ندانیم که انشاءالله کم کم با اونا آشنا میشیم شما در طول راه مکتب که میرین از کنار جوی ها رد میشید یک چیزای سبز رو را در کنار جوی ها میبینین یا در تابستان در شلنگ کلرای شما یک چیزای قهوی رنگ سبز رنگ در دا داخل از اونا رشد میکنه که حتی لوله رو بسته میکنه یا شلنگ کله رو بسته میکنه اونا الجی هستند ما ان الله در جلسه بعدی اونا رو بیشتر میخوانیم که اینها چی هستند و چگونه زندگی میکنه و چه ویژگی عالم بعدی عالم فنجیه ها هستند شاگردای خوب من عالم فنجیه ها را شما زیاد دیدید شاید ندانید نامش چی باشه ولی با اونا سر و کار داشتید یک روزی شما از مادر خود نان طلب میکنین مادر شما میگه برو از فلانجا نان وردار یک نان که شما میکشین میبینید در روی از او پر از پوپنک یا کپک زده خب هیچ وقت فکر نمیکردین که همو پوپنک نان جزوی عالم فنجیه ها باشه یا عالم قارچ ها باشه یک میوه ای را در داخل یخچال میگذارید در میمانه وقتی میوه را بر میدارید این میوه هم پوپنک زده و پوپنک هم قارچ این قارچ ب... ب... پوپنک از او جزوی همین عالم فنجیه ها شاگرده خوب من را بدانید که فنجیه ها یک جانداران بسیار مزاحمی هستند. به دلیل از اینکه اونا خیلی تکثیر پیدا میکنه خیلی زود زیاد میشه همون نان اگر شما نان کپک زده دور نریزید از نانای سالم جدا نکنید به زودی تمام نانا را کپک میزنه اگر دقت کردی رنگ از اونام فرق میکنه اول یک کپک سیاه ها. کم کم کپکش آبی میشه سفید میشه خب باز اینا رو میخوانیم که اینا چینو پوپنک ها هستند و بسیار بسیار هم برای حیات ما و شما خطرناک هستند اما عالم فنجیها عالم فنجیها ها جز جانداران یوکاریوت است از باکتری که جدا شویم بقیه موجودات یوکاریوت است یعنی پیچیده تر هستند ساختار پیشرفته تر دارند اما اینا فتوسنتز نمیتونن بکنن ما شما فکر میکردیم که امی سماروخ های خوردنی شاید اینا خودشان فوتوسنتیز میکنن نه اینا قدرت فوتوسنتیز نداره چون قدرت فوتوسنتیز نداره اینا به تنهایی نمیتونه زندگی کنه در جلسه بعدی با شما میخوانیم که اینا چگونه غذای خودشان را تأمین میکنه وقتی که اینا قدرت فوتوسنتیز یا ترکیب زیایی را نداره گروهی از این فنجیه ها به تجزیه مواد می میپردازه اجساد موجوداتی که میمیرن و در زیر خاک قرار میگیرن باکتری با می های مختلفی به اونا حمله میکنه فنجی های مختلفی به اونا حمله میکنه و پیکر و جسد از اونا را تجزیه میکنه این فنجی ها و از تجزیه مواد ما, ما یا موادی که در زیر خاک هسته یک گروه هست. فنجی ها غذای خود به دست میارن یک گروه دیگهش باز میره کمک میگیره از یک موجودات دیگه که انشالله در جلسه بعد میخوانیم که غذای خودشون رو از کمک یک موجود دیگه تامین میکنن خب ثابت است اینا حرکت نمیکنن تکسر اینا ذریعه سپرها هستن اینا به وسیله سپر تکثیر پیدا میکنن در این تصویر این سماروقی را که در بالا ما برای شما نشان دادم یک ظاهر بسیار جذاب و قشنگ و زیبایی داره اما ایه که باید خوب دقت بکنید شاگردای خوب من که این سمارغ ها همه از اینا خوردنی نیستن بعضی از اینها بسیار خطرناک هستند و زهری هستند و ما را مسموم میکنه حالا من یک چیز از تجارب خودم بگم که در کتابای زیادی خواندم که ما چگونه در یک گردشی تفریح میله رفتیم سماروقی را میبینیم از کجا بفهمیم که این سماروق خوراکیه یا سمیه یک راه تشخیص شما میگم راه تشخیص زیادی داره یک راه تشخیص سماروق های سمی از خوراکی اینه که در زیر همزی کلاهک زیر کلاهک یا چتر ازی اگر ما را فشار بدیم یک شیره سفید رنگ خارج شد و زهریه اگر از زیر ازی یک شیره های سفید رنگ خارج شد این نشان میده برای از ما که این سمارق سمارق زهریه و نباید ما بخوریم اگر خارج نشد و مانند از این رنگی نبود و لک لک نداشت میشه از او استفاده کرد از گروه فنجی ها فراوانترینش به دو گروه اشاره میکنه یکی سمارق ها که همال ما برای شما گفتم خوردنیه یا در غذا تهیه میشه توی غذا استفاده میشه و یک گروه دیگهش که حالا سمیه و ما از او به عنوان غذا استفاده نمی کنیم و اما گروه پوپنک ها اینجی شما در تصویر یک نانی را میبینین که پوپنک زده این نان ما دچار پوپنک هسته پوپنک ازی جزو خانواده فنجی ها هسته ما یادم است یک سالی سوال کنکور بود که پوپنک نان متعلق به کدام عالم زیر است؟ الف عالم پروتستا، ب عالم فنجیه ها، جیم عالم باکتریا، دال هیچ کدام؟ شاگردایی که درس خوب خوانده باشه و خوب دقت کرده باشه به با یاد دارن که پوپنک نان متعلق به عالم فنجی ها هسته <applause> دو تا عالم بسیار بزرگ و متنوع مانده عالم نباتات و عالم حیوانات اما ما و شما با اونا آشنایی زیاد داریم چون اونها رو میبینیم با چشم خود میبینیم از اونها در غذای خود استفاده میکنیم با اونها ارتباط داریم و در زندگی ما تاثیر فراوان داره ابتدا عالم نباتات با همدیگر بررسی میکنیم عالم نباتات دارای چندین ویژگی هسته نباتات چندین حجروی هسته یا به عبارتی متعلق به جانداران مولتی سلولار هسته رنگ نباتات عموما سبز رنگن حالا میوه از اونا گل از اونا رنگ رنگدانه داره رنگ های مختلف و متفاوت داره اما یک نبات برگی سبز ساقی سبز و شاخه داره دیوار حجروی سلولوزی داره اگر در بیولوژی سنف هفت یاد شما باشه که حتما هم یاد شما هسته حجرات نباتی علاوه بر قشاع پلازمایی یک لایه اضافه تر از بیرون داره به نام دیوار حجروی کار از این دیوار استحکام بخشیدن و شکل دهی به حجره نباتی همین دیوار حجروی باعث شده است که حجرات نباتی ما و شما شکلای هندسی به خود بگیره و یک شکل های بسیار زیبا و قشنگی هم داره جنس از این دیوار از سلولوز است سلولوز هم یک نوع پولیساکارید یا کربوهیدرات یا به عبارت قنده که انشاءالله در سالهای بعد بیشتر آشنا میشین این سلولوز باعث میشه که رشته های از این دیوار که ساختار رشته رشته داره به خوبی به همدیگر بچسبه و یک نقش محکم دفاعی و استحکامی برای حجره نباتی داشته باشه و یک کار خیلی مهم دیگر هم که بر عهده داره مانع ورود میکروب به داخل حجره نباتی میشه خب از ویژگی های مهم حجرات نباتی یا به عبارتی عالم نباتات ثابت بودن هست ما و شما میدانیم نباتات حرکت نمیکنه اینطور نیست که یک روز صبح از خانه از خواب بیدار شید از خانه که بیرون برایید درخت پیش در اولی شما رفته باشه پیش در همسایه نه نباتات حرکت نمی کنن. یکی از شما یک چیز خوب پرسید آفرین گفت پس ای گل آفتاب پرست چی؟ آفتاب گردان چی؟ که صبح به یک طرفه بعد از به یک طرفه یا بعضی از نباتات هسته که به سمت یک طرفه خم میشه یا بعضی از نباتات هسته که برگ از اونا گوشت خاره وقتی یک حشره در مابین برگ قرار میگیره سری جمع میشه اینا چی حرکتیه اینا حرکت هایی هستن که شالا شما در صنف یازده در کتاب بیولوژی اینا را مفصل میخوانین اما اینا حرکت های جزئی گیاه هسته که تحت تاثیر محیط ها. حرکت ویژگی اصلی حجره نباتی نیستن نباتات حرکت ندارن با اونها انشالله در سالهای بعد آشنا میشیم یکی از مهمترین ویژگی های عالم نباتات قدرت فتوسنتز یا ترکیب زیایی هست. شما بچه های خوب و عزیز میدانید که نباتات جزء تولید کنندگان هست. یعنی در یک زنجیره غذایی در تمام زنجیره ها حلقه اول از اونا تولید کنندگان هن. این تولید کنندگان همو فتوسنتز کنندگانن همونایی هستند که ترکیب زیایی میکنن یعنی شامل نباتات هستن اگر نباتات را ما از حلقه زنجیره غذایی بچا حذف بکنیم در زندگی موجودات اختلال پیش میایه گیاهخواران دیگر نباتی نیست گیاهی نیست که اونو بخوره گیاهخواران که نبات نداشته باشه گیاه نداشته باشه گوشتخواران دوچار مشکل میشه حالا ما و شما انسانیم همه چیز خوریم ما گوشت میخوریم ما گیاه مصرف میکنیم ولی بعضی از موجوداتی که گوشت خار هستن اونا نمیتونن نبات بخورن اونها یک جانداری وسط میخورن خب که این جاندار به طور غیر مستقیم خودش دهمی ده همی تولید کننده ها یا نباتات ارتباط داره اگر نباتات را از حلقه یا زنجیره غذایی ما حذف کنیم دچار مشکل میشیم عالم بزرگ دیگه عالم حیوانات هست که ما و شما جانوران همه متعلق به عالم حیوانات هستیم شما در کتاب ساینس سنفای گذشته با این گروه حیوانات انواع از اینا آشنایی های مختصری را داشتید که انشاءالله در طول همین کتاب بیولوژیک از سنف هفت تا دوازده همراه شما هست اونها را خیلی بیشتر و دقیق تر عالم حیوانات از چه ویژگی هایی برخوردار هستند؟ عالم حیوانات چندین حجروی هن. یعنی موجودات این عالم پیکر آنها از میلیارد ها میلیارد حجره ساخته شده است خب بچه ها یادتان هست حیوانات دیگر دیوار حجروی ندارن دیوار حجروی مال کدام گروه از موجودات بود؟ آفرین دیوار حجروی مال نباتات بود حیوانات دیگر دیوار حجروی نداره اما حیوانات حرکت میکنه حالا بعضی ها با پا حرکت میکنه بعضی ها با بال پرواز میکنه بعضی ها با باله در آب شنا میکنه بعضی از اونها هم که پا نداره مثل خزندگان که بعدا میخوانیم میخزه خود به شکم به روی خشکی میکشن این عالم حیوانات اعضای حسی مشخص داره باز انشاءالله اینها را در سالهای بعد میخوانیم که اینها چشم داره اینا ساختار گوش داره حالا شاید ساده تر و ابتدایی تر شروع بشه و همینطور که موجود پیشرفته تر میشه ساختار اعضای حسیش هم پیشرفته تر و پیچیده تر میشن حیوانات بعضی ها گیا خارن بعضی ها گوشت خارن و همه چیز خارن که پیشتر برای شما مفصل گفتم بعضی از حیوانات ستون فقرات داره ولی بعضی از آنها نداره کی میتونه یک حیوان بگه که ستون فقرات نداره؟ آفرین مثل نرمتنان مثل حلزون ها مثل عروس دریایی اینا موجوداتی هستن یا اسفنج ها که اینا رو همه رو ایشالله امسال میخوانیم در جلسات بعد و با آنها آشنا میشیم اونا دیگه ستون فقرات نداره امیدوار هستم که خسته نشده باشید من که خسته نشدم درس امروز ما بسیار درس خوب و جذابی بود حالا دیدین که بیولوژی درس خیلی خوبی هست خب برای جلسه بعدی انشالله درس خودتون رو مطالعه میکنین و برای شما یک کار خانگی میدم یک کار خانگی ای هسته که شما در داخل کتابجه خودتان ای شش عالمی که امروز خواندیم آرکی باکتری یو باکتری تا عالم نباتات و فنجی و پروتستا از هر گروپ یک موجود برای ما بکشید شکل از و از طریق شماره 09264 780 255 413 دو, صفر صدو صدو هشتاد، دو, صدو دو صبح با ما شریک بسازید اگر کدام سوالی دارید شما عزیزان اگر جایی از درس را دوست داشتید بیشتر بدانید یا سوالی برای شما پیش آمده هم از طریق همین شماره واتسابی که برای شما گفتم میتونین با ما در ارتباط باشید تا جلسه بعدی همه شما عزیزان در خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدا یار و نگهدار همه شما